سلام یک شنبه 11 بهمن 88 و یک 2010 میلادی در مورد شش موضوع امروز صحبت موضوع اول ملاقات روز گذشته آقای موسوی و کروبی که در این ملاقات هر دو بزرگوار هم این اعدام ها رو محکوم کردند و خشونت ورزی حکومت و هم اینکه بر آزادی زندانیان سیاسی رفع توقیف از مطبوعات آزادی احزاب و انتخابات آزاد تأکید کردند. همینطور هر دو نفر در واقع اعلام کردند که در راهپیمایی 22 بهمن شرکت می کنند و پا در خیابون خواهند گذاشت. به همین دلیل هم فکر می کنم که این تأکید این دو بزرگوار بر شرکتشون در راهپیمایی 22 بهمن این موج رو ایجاد میکنه که مثل مرتبه های قبل مردم اونها رو تنها نمیگذارند و از رئیس جمهور منتخبشون و سردار رشید جنبش سبز آقای کروبی حمایت خواهند کرد و به خیابون خواهند اما نکته دومی که میخواستم بگم تجمع دیشب دو هزار نفر از خانواده های زندانیان سیاسی و مادران داغدار در جلوی زندان اوینه نکته جالب مادران داغدار که از وقتی که اونطور با پلیس و نیروی امنیتی و ضرب و شتم و حمله پارک لاله رو به اونها بستند، با تحرکی که دارن هر هفته یک جا تجمع می و همراه با گروه دیگهی به کار خودشون ادامه میدن. درود واقعا به این مادران پیگیر که علا رغم داغ دیدگی و داغی که بر دل دارن مبارزترین مبارزان جنبش باید اونها رو لقب داد به هر صورت این تجمع دیشب که در نوع خودش بی بود و نشون داد که باز کردن جبهه های متعدد در نقاط مختلف کودتاچی ها رو به زانو در میاره تا پاسی از شب ادامه داشت و در نهایت هم چندین نفر از زندانی ها آزاد شدن و تداوم این حرکت های خانواده های زندانیان سیاسی هرچه بیشتر با حمایت مردم و گروه های مختلف مواجه بشه مطمئن باشید که تأثیرش بیشتر خواهد شد نکته سوم این است که دیروز تولد روز تولد اشکان سهرابی بود شهید جنبش سبز که در بهشت زهراب بر سر مزارش خانواده اشکان سهرابی و مادر ندا و سایر مادران داغدار حضور داشتند و این سنت که آروم آروم داره شکل میگیره که غیر از سالگرد بچه هایی که کشته شدند و یا مراسم به ختم و برگزاری چهلمشون شرکت کردن بر سر تولد این بچه ها هم کاری است که آروم آروم به شکل یک سنت داره شکل میگیره نکته چهارمی که میخواستم بگم صحبت آشفته آقای حمدانی جنرال حمدانی فرمانده لشکر محمد رسول الله تهرانه من هرچی این صحبت ایشون رو خوندم بیشتر متوجه آشفتگی شدم و واقعیتش آخرش نفهمیدم که ایشون چی میخواد بگه یک جایی میگه موج سبز اجازه خودنمایی نمیدیم بعد یادش میفته میگه خب نه البته همه مردم ایران موج سبزن بعد یک جایی میگه نمیشه بیان توی خیابون بعد میگه که خب نه ولی همه ملت میان کاملا استیصال این آقای همدانی در صحبتاش دیده میشه و اینکه نمیدونه باید با بیستوی بهمن چی کار بکنه مراسمی رو هم که برای دهه فجر در نظر گرفتن ایشون اعلام کرده و در این مراسم جالبه که همه مراسمی که میخوام بگیرن توی اتاقهای دربسته و پشت دیوارهای خودشونه از حضور مردم میترسند الا من هرچی نگاه کردم دو مراسم هست که امکان اینکه جنبش سبز حضوری داشته باشه هست. یکی دوازده بهمن ساعت نهونیم صبح به اصطلاح زنگ مدرسه ها رو میخوان به صدا در بیارن بوغ کارخونه ها رو بزنن و امثال این قبیل کارها به نظرم فرصت خوبی است که در مدارس به خصوص بچه ها هر جا که امکان دارن شعارهای جنبش سبز رو سر بدن همزمان با این زنگی که میخوان بزنن و در خیابان ها هم هر کسی میتونه بوغ اعتراض بزنه و وی نشون بده و در واقع اعتراض جنبش سبز رو بلند بکنه در همین راستا بگم در آخرین روز دهه فرشم یعنی 21 بهمن هم مراسمی رو در مدارس ایشون اعلام کرده که اگر نترسن و اجرا بکنن روز مبارزه با استکبار و از این قبیل اسمها باز به نظر من فرصت خوبی است که بچه های سبز در مدارس می توانند شعارهای جنبش سبز رو در مراسمی که برگزار می کنند در همه مدارس سر بدن حال این تنها دو موردی بود که من دیدم که جرأت کردن کمی به عموم نزدیک بشن وگرنه بقیه چیزهایی که آقای همدانی اعلام کرده همه توی درهای بسته و کنترل شده و محدودی است که بتونه دست خودشون باشه و احتمالا مردم نتونن حضور داشته باشه در همین راستا این رو هم عرض بکنم که دربی تهران مسابقه استقلال و پرسپولیس هم در راه روز چهاردهم بهمن خیلی پیشنهادات مختلفی رو من دیدم اومده به هر صورت سبز کردن استادیوم مثل بار قبل بازی این دو و شعارهای جنبش رو دادن یا در دقایق مختلفی حرف های جنبش رو زدن و سبز کردن استادیوم به نظرم کاری است که مجددا میتونه که آبر روزی بزرگی رو برای حکومت آنچنان که بار قبل بود ایجاد بکنه اما نکته پنجمی که میخواستم بگم مسئله دعوایی است که سربقاله است که روزنامه کیهان نوشته روزنامه کیهان در سرمقاله خودش در واقع بسیار بسیار لا بلاش موج میزنه کیهان امروز این مشکل در واقع حراسی رو که از کوتاه اومدن حکومت داره بعد از راهپیمایی 22 بهمن چرا که در محافل سیاسی کودتاچی ها به طور جدی مطرحه که اگر مردم اومدن 22 بهمن و جمعیت میلیونی داشتند و در واقع با این موج آدم کشی و این کارایی که کردن نترسیدند مردم بعدش در واقع اون گزینه ای رو که جناه راست کودتا چیا جناه در واقع محافظ کارتر کودتا پیشنهاد میکنن که هرچه زودتر از شر احمدی نژاد خلاص بشن و دولت او رو کنار بگذارن قوت بیشتری خواهد گرفت به نظرم این سرمقاله کیهان کاملا نشون میده که این خبرهایی که دریافت میکنیم که در داخل کودتاچیها ها این به طور جدی مطرحه حراس کیهان رو از این میشه دید و سعی کرده دائما حرفهایی رو بزنه که به اصطلاح این کوتاه آمدن بعد از 22 بهمن رو بتونه بلکه جلوگیری بکنه من همین جا این رو هم بگم از اون طرف هم پاره ای از این تندروها حرف های تند و تیز عجیب غریب هم میزنند که ما پنج نفر رو بیاریم در ملع عام اعدام بکنیم و از این قبیل حرف ها این رو به طور جدی باید گفت که حالا که دست به محاکمه 16 نفر دیگه زدن و دادستان حکم محارب رو در واقع برای پنج نفر دوباره درخواست کرده و در واقع میخوان که برن پای اعدام کردن این اختار رو از جانب خیلی پیشنهاداتی که رسیده اینجا من اعلام میکنم که واکنش مردم مقاومت عمومی مردم بحث هایی که مطرحه دست از کار کشیدن عمومی و تهدید حکومت به اینکه ملت همگی دست از کار خواهند کشید اگر بخواهند دست به اعدام مجدد بزنند موضوعی است که مطرح و این رو باید گفت و واقعا من دلمم میخواد بدونم که امثال این آقای حمدانی یا کیهان که گاهی اینطور تهدید میکنند اگر با یک همچین واکنش عمومی مردم مواجه بشن چه کاری از دستشون برمیاد اینها که جز کشتن کاری رو بلد نیستن به هر صورت این بحث ها هم متقابلا در جبهه جنبش سبز و جبهه مردم مطرحه که اگر بخواهند تداوم بدن خشونت ورزی رو با چنین واکنشهایی واکنش هایی احتمالا مواجه میشن اما نکته آخری که میخواستم عرض بکنم بحث چینه که با توجه به اینکه امریکا 6.5 میلیارد دلار اسلحه به تایوان فروخت و فشار جدیدی رو به چین آورده همکاری های نظامیش با امریکا رو قطع کرده و نگرانی اصلیش رو مقامات چینی در واقع اعلام کردن بر سر مسئله ایران و اون هم همون شعار امروز تهران فردا پکن نیست که جوانای چینی میگن که چین از اینجا بسیار شکنند است بر صورت در صحبت خانم کلینتون و آقای سرکوزی هم تأکید بر فشار بر چین رفته و به نظر میرسه که ماجرای چین همراه با داستان اتمی و حرکت جنبش سبز در ایران در ارتباطش با آمریکا و دیگران وارد مرحله تازه میشه تا فردا شاد و پیروز و موفق و سرفراز باشید به با امید پیروزی ایران و ایران